با سلام به شما که بیننده برنامه 45 از سری برنامه های مدرن اندیشان اینک آذربایجان هستید. در این برنامه با علی بای حسینزاده و عملکرد وی در فرهنگ سیاست ملی در آذربایجان بیشتر آشنا خواهیم شد. جنبش نوگرایی و فرایند مدرنیزاسیون در آذربایجان از اواخر قرن 18 میلادی آغاز شد. اشکال و صورت‌های مختلف نوگرایی در آذربایجان را می‌توان در اقدامات عباس میرزای قاجار، تحول ذهنی و فرهنگی فتح‌علی آخوندزاده و نوسازی اندیشه، زبان و سیاست ترکی در مدرن‌گرایی علی بای حسینزاده به تأمل گذاشت. وی ایده خود را مبنی بر مدرنیت، اسلامیت، معاصریت در جهان ترک و حول محور نوسازی هویت، فرهنگ و زبان ترکیه واحد پیافکند. علی بای حسینزاده به سال 1864 در سالیان از حوالی باکو به دنیا آمد. وی در خردسالی به همراه خانواده در تفلیس مقیم شدند و تحصیلات ابتدایی را وی در مدارس مسلمانان تفلیس گذراند. محیط خانه و فضای آموزشی حسینزاده را با دو شرایط متفاوت سنتی و مدرن همزمان آشنا کرد. در خانه او شاهد نوگرایی پدر بزرگ خود و حضور افراد مدرن اندیشی نظیر میرزا فتح‌علی آخوندزاده بود و در فضای عمومی آموزه‌های سنتی که از کارآمدی بازمانده بودند حسینزاده را بیشتر جذب فضای آموزشی مدرسه نوین می‌کرد. شرح حال نویسان حسین تداوم آموزش های نوین او را مدیون پدر بزرگش شیخ الاسلام احمد می دانند. به اهتمام او بود که حسین زاده جوان به تحصیل در رشته های فیزیک و ریاضی و طب پرداخت و اولین برخورد های فکری را با ایده های ترک گرایانه به دست آورد. حسین زاده با پیشرفت در آموزش و مطالعه دانش های نوین به اندیشه مدرن گرایی ترکی رسید و ماندگاری هویتی، زبانی و فرهنگی ترکان را در دستیابی به اندیشه های دانست که محصول تحول تمدنی بشری بودند. علی بای با تکمیل تحصیلات خود در تفلیس راهی پترزبورگ شد و در دانشکده ریاضی فیزیک به تحصیل علم شیمی پرداخت. او که به زبانهای روسی و فرانسه هم آشنایی داشت با مسئله هویتی بیش از پیش برخورد کرده و در سودای رفع استتم ملی برآمد. در همین دوران بود که حسین زاده زبانهای انگلیسی و آلمانی را آموخته و به لایه‌های از سیاست مدرن نظیر اعتراضات سیاسی و دانش شخصشناسی شناخت پیدا کرد. حسین زاده با اتمام تحصیلات دوره اول دانشگاهی راهی استانبول شد و در دانشکده پزشکی نظامی دانشگاه استانبول به تحصیلات تکمیلی پرداخت. در همین دوران از زندگی آکادمیک علی بای حسینزاده با اندیشه های فلسفی مدرن و ادبیات مدرنیستی غرب آشنا شد. نخستین اشعار وی با تخلص توران در این دوره دانشجویی سروده شده است. از تأثیرگذارترین حوادث اجتماعی و سیاسی در زندگی حسینزاده تأسیس جمعیت اتحاد و ترقی است. این جمعیت که در پی نوگرایی در امپراتوری عثمانی بود، آموخته‌های نخستین ترک‌گرایی حسینزاده را به محک آزمون عملی و تجربه فکری کشاند. به نوشته زیا گوکالپ، حضور علی بای حسینزاده در این جمعیت آن را در اندیشه ورزی مدرن‌تر از پیش گرداند. شروع جنگ‌های منطقه‌ای و شرایط بحرانی که منجر به اولین جنگ جهانی شد، حسینزاده را درگیر سیاست‌های اجرایی کرد. وی که در صدد تحول در جهان ترک و نوسازی آذربایجان بود، بعد از حضورش به عنوان پزشک در جنگ یونان و عثمانی و آگاهی از صدور حکم بازداشت توسط اداره امنیت عبدالحمید دوم راهی باکو گردید. جنگ ژاپن و روسیه بار دیگر او را به صحنه‌های عملی سیاست کشاند. با این حال حسین زاده از فعالیت‌های فرهنگی و فکری نیز غافل نماند.
آموخته های او از استانبول و روسیه اندیشه های ترک گرایانه او را صیقل داده و حقایق هویتی و زبانی آذربایجان را در فرایند مدرن گرایی سرلوحه تأملات حسین زاده قرار داد. در این دوران حسین زاده به همراه مدرن گرایان آذربایجانی چون علی مردان توپچوباشی در فعالیت های ملی گرایانه ای که معطوف به احقاق حقوق ترکان آذربایجان بود مشارکت جسته و در اقدامی مدنی و برای بیان خواسته های خود راهی پترزبورگ شدند. اجازه انتشار نشریه ترکی زبان حیات در این سفر به دست آمد و نخستین ژورنال محلی به زبان ترکی در آذربایجان منتشر شد. نشریه حیات ناشر افکاری بود که حسین زاده در چندین سال از مدرن گرایی ترکی آموخته بود. عمر این نشریه با فشارهای دولت روسیه کوتاه بود و با تعطیلی حیات حسین زاده از پای ننشسته و نشریه فیوزات را منتشر کرد. این نشریه هم به خاطر بکارگیری زبان ترکی گرفتار توقیف شد. به ناچار حسین زاده برای نشر و ترویج ایده های ملی خود نشریه کاسپی را به زبان روسی منتشر کرد. خاطر نشان می شود در همین دوران حسین زاده از سیاست اجرایی هم غافل نبود و با انتخاب 3 تن از منتخبین ترک باکو به مجلس دومای روسیه با ارسال نامه‌ای به آنها به اولویت‌های ملی و محلی آذربایجان و به مسائل خودمختاری آذربایجان، تدریس زبان ترکی و اعتلاء رفاه مادی و معنوی آذربایجانیان تأکید ورزیده است. سانسور شدید دولت روسیه و افزایش فضای اختناق و ممانعت از فعالیت‌های ترک‌گرایانه حسین زاده را از زادگاه خود رانده و او را مجبور به مهاجرت به استانبول کرد. ورود حسین زاده به استانبول همزمان با برکناری عبدالحمید و اعلان مشروطیت در امپراتوری عثمانی بود. جمعیت اتحاد و ترقی آزادانه فعالیت می کرد و حسین زاده هم به محض ورود به استانبول به این جمعیت پیوسته و در کنار مدرن اندیشان ترکی چون یوسف آکچورا و زیا گوکال به فعالیت‌های فکری و سیاسی ملحق شد. در همین دوران مقاله 3 طرز سیاست یوسف آکچورا که متصدی تئوریزه کردن مدرن گرایی ترکی بود منتشر شد. محور مقاله بر تبیین 3 مکتب ترک گرایی، پان اسلامیسم و عثمانی گرایی بود. علی بی حسین زاده که پیش از این با ایده های مدرن سازی جهان ترک هم رأی داشت به نقد و بررسی اندیشه های آکچورا پرداخت و در ارتقای اندیشه ترک‌گرایی کوشید. اعلان جمهوری آذربایجان در سال 1918 فرصت مناسبی را برای عملی کردن ایده های ترک‌گرایانه علی بی حسین زاده فراهم ساخت. ارتباط فکری محمد امین رسول زاده، بنیانگذار نخستین نظام جمهوریت در جهان ترک و شرق، با حسین زاده و همراهی وی با جمهوری نوپای آذربایجان مدرن گرایی در آذربایجان را به مرحله تازه‌ای کشاند. سیر مدرن گرایی که در آذربایجان با اقدامات عباس میرزا و تأملات فکری میرزا فتحعلی آخوندزاده آغاز شده بود، با پشت سر گذاشتن تحولات زبانی و فرهنگی حسن بیگ زردابی و جلیل محمد قلی زاده و همچنین رسوخ مدرن گرایی هنری و ادبی، اینک تحت تاثیر اندیشه های علی بی حسین زاده و اهتمام فکری و عملی محمد امین رسول زاده به محک آزمون درآمد و هویت سیاسی مدرن ترکی را در آذربایجان به ارمغان آورد. با سقوط جمهوری آذربایجان حسین زاده از پای ننشست و با گسترش مطالعات و اندیشه های ترک گرایانه خود هم در فعالیت های پزشکی حاضر شد و هم در کنگره های ترک شناسی به تبیین آرا و اندیشه های خود پرداخت. حسین زاده بعد از استقرار مجدد در استانبول به تدریس در دانشکده پزشکی روی آورد و با کسب عنوان پروفسوری به زندگی فکری و آکادمیک ادامه داد. علی بی حسین زاده بعد از یک عمر تلاش در راستای اندیشه های ملی گرایانه ترکی و حضور در صحنه های سیاست و ادبیات مدرن ترکی در سال 1940 در استانبول درگذشت.
از زنده یاد علی بی حسین زاده در کنار مجموعه تألیفی در مسائل ترک‌گرایی، مدرن اندیشی و سیاست ورزی، شکل پرچم سرنگ جمهوری آذربایجان نیز به یادگار مانده است. او که دانش آموخته جنبش جدیدی ها در نوگرایی و نوسازی جهان ترک و آذربایجان بود، ایده سه هویت را مطرح و در هم‌آوایی با مدرن اندیشان ترک آذربایجان، قفقاز و عثمانی یکی از بنیانگذاران ترک‌گرایی در آذربایجان به شمار می رود. دوستان و همراهان گرامی، به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. تا دیداری دیگر، بدرود.